بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. نهاد حقوق بشری: مرزبانان ایرانی ده ها شهروند افغانستان را تیرباران کردند. کشف جدید در اردن: آیا این ویرانه ها شهر گمشده قوم لوط است؟ بانک جهانی: کشورهای فقیر در بدترین وضعیت از سال 2006 قرار دارند. و بنگلادش در ورطه بحران بیکاری، گرسنگی و خاموشی در سایه بی‌تدبیری مقامات. وقت شما بخیر. سازمان حقوق بشری ایران موسوم به حال وش گزارش داده است که مرزبانان ایرانی ده ها شهروند افغانستان را که قصد ورود به ایران داشتند به قتل رساندند. این سازمان با انتشار ویدیویی از اجساد قربانیان اعلام کرده است که این افراد شامگاه یک شنبه گذشته در منطقه مرزی کلگان سراوان کشته شدند. طبق گزارش این سازمان، این افراد هدف تیراندازی مستقیم و شلیک RPG قرار گرفتند. حالوش به نقل از منابع خود گزارش داده است که گروه مهاجران حدود 300 نفر بوده و از این تعداد تنها 60 تا 70 نفر زنده مانده اند و مابقی یا کشته و یا به شدت مجروح شدند. تا کنون هیچ یک از مقامات ایرانی یا طالبان به طور رسمی به این گزارش واکنشی نشان ندادند. آقای مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. سلام آقای مطهری، با توجه به گزارش هایی که اخیرا از سوی نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی شهروندان افغانستانی منتشر شده، شما نقش کشورهای همسایه در حفاظت از حقوق مهاجران و جلوگیری از حوادث مشابه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام کسایی که ما شما را میبینم و برای اونها سلام تقدیم میکنم و در قدم بعدی یاد دارم خدمت مردم افغانستان و همچنان یه حمله غیر انسانی و یه جنایت بشری را محکوم میکنم. متاسفانه ما در شامگاه یکشنبه شاهد چنین جنایتی در نوار مرزی بین پاکستان و ایران بودیم. من راجع به چند موضوع بسیار کوتاه صحبت میکنم. در قدم اول، عامل چنین کشتارها و چنین جنایاتی افغانها دولت امروز افغانستان یعنی طالبان است که نمیتونه زمینه کار، زمینه اقتصاد در افغانستان فراهم بکنه تا شهروندان افغانستان ناچار به این نشونه که راه قاچاق تجربه بکنه و به کشورهای همسایه افغانستان عبور بکنه. و موضوع بعدی، انتقاد ما و یا توقع ما از دولت جمهوری اسلامی ایران است که کشور همسایه افغانستان است، فرهنگ مشترک با افغانستان داره، زبان مشترک با افغانستان داره، اما چون این جنایت را در برابر مهاجرینی که مسلمان است انجام میدهد، دور از شأن مسلمان بودن است که باید دولت ایران و مقامات طالبان راجع به این موضوع به مردم افغانستان و جهان پاسخ بدهد. خوشبختانه افغانهایی که در ایران حضور دارند در زمینه های متعدد و گوناگون با دولت ایران و مردم ایران همکاری داشته. در زمینه اقتصاد اگر ما صحبت بکنیم، افغانها در ایران بالای 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده که همچون سرمایه گذاری را در ایران نه روسیه کرده، نه چین و نه دیگر کشورها، و همچنان در آبادانی کشور ایران بسیار سهم فعال داشته و همچنان 80% از صادرات ایران به افغانستان منتقل میشه. وقتی چونین جنجال ها و کشمکش ها و کشتار ها در مرزها صورت بگیره، باعثی این میشه که بین دو تا از ملت های افغانستان و ایران تنش ها ایجاد شوه. و در موضوع امنیتی، در جنگ ایران و عراق وقتی صورت گرفت، افغان ها به خاطر حمایت از دولت ایران و به خاطر دفاع سرزمین ایران 2000 شهید
دادن و همچنان 4000 کشته و تعداد را مفقود الاثر و همچنان در جنگ های اخیر در سوریه و یمن صورت گرفتن افغان ها 4000 کشته دادن و بالای 8000 زخمی و امروز هم اگر جنگ بین ایران و اسرائیل صورت بگیره اولین کسانی که در حمایت از ایران استادگی خواهد کرد همی افغان ها است. اما متاسفانه در ماه های گذشته ما شاهدی بدرفتاری از سوی دولت ایران در برابر مهاجرین افغانستانی بودیم که یه دور از شأن دولت ایران است و دور از شأن یک کشور اسلامی است که مهاجرین افغان به گناه های متفاوت به روش های مختلف آزار اذیت میشه در اردوگاه های ایران، در داخل شهرهای ایران، در پاسگاه ایران از مهاجرین باجگیری میشه، اونا را آزار اذیت میکنه. در اخیر انتقاد ما از کشورهای اسلامی این است که شما خودتان به عنوان یک کشور اسلامی به عنوان یک حامی مسلمان وقتی باید مسلمان چنین رفتار میکنین، ما از اسرائیل و امثال هم هیچ تقاضا و هیچ انتقاد را نداریم. وقتی اونا در غزه و لبنان نسل کشی میکنه مسلمان ها را میکشه همه انتقاد میکنه. متاسفانه وقتی افغان ها به گناه های متفاوت کشته میشه هیچ انتقاد و هیچ اعتراض صورت بله. در صورتی که مهاجرینی که وارد کشورهای غربی و اروپایی میشن ما تا هنوز هیچ نوع شکنجه و آزار اذیت از سوی کشورهای اروپایی ندیدیم. تا هنوز هیچ افغان را ما در آلمان و یا فرانسه و یا آمریکا و یا انگلیس ندیدیم که شهروندان اونجا یا سربازا و نیروهای اونجا اونا را اذیت بکنه یا در مرزها اونا را لبکوب بکنه و مورد حملات قرار بده. بله. ما شاید چنین شورای اسلامی بودیم. ممنونم. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همایش بین المللی اسلام، دین صلح و مهربانی در شهرهای تاشکند و خیوه برگزار شد. بیش از 70 نفر از شخصیت‌های مذهبی و علمی از 22 کشور حضور داشتند. هدف اصلی همایش ترویج ارزش‌های اسلامی و مقابله با افراط‌گرایی و انتقال تجربه‌های ازبکستان به جامعه بین المللی بود. طرح آموزش دروس اسلامی در مدارس اسپانیا با استقبال خانواده‌های مسلمان مواجه شد، اما به دلیل عدم حمایت دولت امیدی به دائمی شدن آن وجود ندارد. پس از 4 سال اجرای این طرح به صورت آزمایشی، چشم‌اندازی برای ادغام گسترده آن در سیستم آموزشی اسپانیا دیده نمی‌شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که شمار آوارگان جهانی به دلیل جنگ، سرکوب، فقر و تغییرات اقلیمی به 123 میلیون نفر رسیده است. رئیس این نهاد هشدار داد که تدابیر سختگیرانه مرجع کافی نیست و کشورها باید طرح‌های عادلانه و قانونی برای حل بحران پناهندگی بیابند. دو جراح فرانسوی و اسپانیایی با کمک ربات‌ها و اینترنت از فرانسه بیمارانی را در پکن جراحی کردند. این جراحی‌های نادر همزمان با کنگره اورولوژی اروپا راه را برای جراحی‌های فراقاره‌ای باز کرد. بیمار 3 روز پس از عمل مرخص شد و نتایج موفقیت‌آمیز بود. برنامه نابودی فلج اطفال در پاکستان از ثبت 33 مورد فلج اطفال در سال جاری با 1 مورد جدید در کویت خبر داد. از ابتدای سال 2024 17 مورد در بلوچستان، 10 مورد در سند، 5 مورد در خیبر پختونخوا و 1 مورد در پنجاب ثبت شده است. فعالان مدنی گزارش دادند که سعید الغامدی، کاریکاتوریست سعودی، به 23 سال حبس محکوم شد. نیروهای امنیتی عربستان وی را به دلیل توییت ها و عقاید سیاسیش بازجویی کردند. برادرش محمد الغامدی، محقق منتقد دولت که در بریتانیا زندگی می کند، این حکم را تلاشی برای فشار بر خود دانست. سازمان جهانی نجات کودکان اعلام کرد که حدود 10 میلیون کودک در غرب و مرکز آفریقا به دلیل سیل عظیم منطقه‌ای از تحصیل محروم و نزدیک به 1 میلیون نفر آواره شدند. پیش از این 14000 مدرسه به دلیل حملات بسته بودند و سیل وضعیت را وخیم‌تر کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد که شستن دستها با صابون از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌های عفونی و کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال به ویژه از بیماری اسهال است. این اقدام کم هزینه بر بهداشت، تغذیه، آموزش، اقتصاد و عدالت تأثیر مثبت دارد. محققان در کشور اردن با کشف ویرانه‌هایی که به احتمال زیاد متعلق به شهر قوم لوط هستند، توجهات زیادی را به خود جلب کردند. این کشف در منطقه تل الحمام نزدیک بحرالمیت و پس از 10 سال تحقیق انجام شده و می تواند به بازنگری در تاریخ و فرهنگ این منطقه کمک کند. کارشناسان همچنان در جستجوی اطلاعات بیشتری درباره هویت واقعی این ویرانه ها هستند. همکارم به روایت این موضوع در گزارش خود پرداخته که با هم می بینیم. کشف جدیدی که در اکتبر 2015 درباره شهر قوم لوط یا شهرهای صدوم و عموره در اردن صورت گرفته، همچنان توجه دانشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه نیو مکزیکو موفق به کشف ویرانه‌های این شهر در نزدیکی ساحل شمالی بحرالمیت شده است که بحث‌ها درباره تاریخ و اهمیت این منطقه را تازه کرده است. پروفسور استیو کالینز، رئیس تیم تحقیق، اعلام کرد که این کشف نتیجه تلاش‌های مستمر به مدت 10 سال در محلی به نام تل الحمام است. او این ویرانه‌ها را منبعی غنی از ساختارهای باستانی و آثار قدیمی توصیف کرده و بر اهمیت این مکان در درک تاریخ منطقه تأکید کرده است. این کشف شامل یک آبادی بزرگ محصور در دیوارهای مستحکم است که ویرانه‌هایی از خانه‌ها با دیوارهای ضخیم و کوره‌های نان را در بر می‌گیرد. به گفته کالینز، ساکنان این منطقه بین سال‌های 1540 تا 3500 قبل از میلاد زندگی می‌کردند و شواهد نشان دهنده وقوع یک آتش سوزی بزرگ است که به ویرانی این شهر منجر شده است. با این حال، این کشف بدون جنجال نبوده و برخی محققان بر لزوم تحقیقات بیشتر برای تأیید موقعیت دقیق شهر قوم لوط تأکید کردند. در حالی که تحقیقات در تل الحمام ادامه دارد، این کشف به نقطه آغازین جدیدی برای بررسی عمیق‌تر تاریخ منطقه تبدیل شده است. بانک جهانی در گزارش جدید خود هشدار داده که 26 کشور فقیر در بدهی غرق شده و به شدت در برابر بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر هستند. اگرچه برخی اقتصادهای جهانی بهبود یافته‌اند، ولی فقیرترین کشورها در بدترین وضعیت از زمان پیش از همه‌گیری کووید 19 قرار دارند. بین سالهای 2020 تا 2024 درآمد سرانه این کشورها به دلیل کووید و بحرانهای پس از آن 14% کاهش یافته است. همچنین اقتصادهای کم درآمد بیش از دیگر کشورها در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. از سال 2011 تا 2023 بلایای طبیعی سالانه 2% از تولید ناخالص داخلی این کشورها را از بین برده که 5 برابر بیشتر از کشورهای با درآمد متوسط است. بنگلادش به سوی یک بحران اقتصادی عمیق در حال حرکت است و میلیون ها نفر با بیکاری، کمبود مواد غذایی و بحران انرژی مواجهند. بیکاری در کشور 5.6% افزایش یافته و به 2.64 میلیون نفر در فصل دوم 2024 رسیده است. همچنین 11.9% از جمعیت به دلیل سوء تغذیه در حال از دست دادن سلامتی خود هستند. کمبود انرژی و خاموشی‌های مکرر نیز زندگی روزمره را مختل کرده و روزانه بیش از 2000 مگاوات برق قطع می‌شود. دولت در مدیریت این بحران‌ها ناتوان به نظر می‌رسد و بدهی‌های سنگین شرکت‌های برق وضعیت را وخیم‌تر کرده است. و
بنگلادش در آستانه بحران انسانی بزرگ و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد که نزدیک به 2 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر مرگ هستند. این مشکل ناشی از درگیری، شوک‌های اقتصادی و بحران‌های آب و هوایی است. کشورهای مالی، نیجریه، نیجر و چاد با کمبود بودجه برای تأمین مواد غذایی روبرو هستند، در حالی که کشورهای مانند کامرون، پاکستان، سودان و اوگاندا ممکن است تا سال 2025 موجودی غذایی خود را تمام کند. یونیسف خواستار دریافت 165 میلیون دلار برای بروزرسانی کمک‌ها در سال 2024 و اقدام فوری برای تأمین هزینه تغذیه، درمان و مراقبت از این 2 میلیون کودک در معرض خطر مرگ شده است. مسلمانان در هند به دنبال اجرای سیاست تبعیض‌آمیز اخیر در 2 ایالت این کشور که رستوران‌ها را ملزم می‌کند اسامی همه کارمندان خود را در معرض دید عموم قرار دهند، با پایان کار و تعطیلی مشاغل روبرو هستند. بر اساس گزارش اخیر گاردین، این سیاست ابتدا توسط یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد اوتارپرادش که یک راهب تندروی هندو می باشد، معرفی شده است. لازم به ذکر است در هند نامها به طور گسترده نشان دهنده وابستگی های مذهبی و طبقه‌ای هستند که منجر به ترس در میان صاحبان مشاغل مسلمان در اوتارپرادش شده است. به گفته صاحبان مشاغل در اوتارپرادش، در بسیاری از مشاغل کارکنان مسلمان را در نتیجه قوانین جدید اخراج کردند. گزارش جدید سازمان ملل متحد در امور زنان نشان می‌دهد که 2 میلیارد زن و دختر در جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. این نابرابری در دسترسی به خدمات ضروری، به ویژه در دوران باروری و در شرایط بحرانی، زنان را در معرض فقر شدید قرار داده و تهدید جدی برای پیشرفت به سمت برابری جنسیتی محسوب می شود. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می بینیم. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد در امور زنان، 2 میلیارد زن و دختر در سراسر جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. این گزارش به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر که در 17 اکتبر برگزار می‌شود، به نابرابری‌های فزاینده در دسترسی به حمایت‌های اجتماعی اشاره دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان و دختران به ویژه در دوران باروری در معرض فقر بیشتری قرار دارند. زنان بین 25 تا 34 ساله 25% بیشتر از مردان همسن خود احتمال دارد در فقر شدید زندگی کنند. تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها نیز این نابرابری را تشدید کرده است، به طوری که زنان در مناطق آسیب پذیر 7.7 برابر بیشتر از زنان در مناطق پایدار در معرض فقر شدید هستند. نرخ بالای تورم از سال 2022 نیز به افزایش قیمت‌های غذا و انرژی منجر شده و زنان را به ویژه تحت فشار قرار داده است. از نزدیک به 1000 اقدام حمایتی که دولت‌ها در 171 کشور اتخاذ کردند، تنها 18% به امنیت اقتصادی زنان مربوط می‌شود. علاوه بر این، بیش از 63% از زنان در سراسر جهان بدون دسترسی به مزایای زایمان، فرزندان خود را به دنیا می‌آورند. این کمبود نه تنها زنان را در وضعیت اقتصادی آسیب پذیری قرار می‌دهد، بلکه به سلامت و رفاه آنها و فرزندانشان نیز آسیب می‌زند. در این حال نمونه‌هایی از پیشرفت نیز وجود دارد. در مغولستان مزایای مرخصی زایمان به کارگران غیر رسمی گسترش یافته است و در سنگال برنامه بیمه سلامت ملی به نیازهای زنان روستایی بهتر پاسخ می‌دهد. سازمان ملل تأکید می‌کند که برای تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نیاز است تا حمایت‌های اجتماعی در هر مرحله از سیاست‌گذاری تا اجرا در مرکز توجه قرار گیرد.
محققان مؤسسه REM اسپیس برای اولین بار موفق به برقراری ارتباط بین دو نفر در رویای شفاف شدند که به عنوان یک نقطه عطف تاریخی شناخته می شود. رویای شفاف به پدیده اطلاق می شود که در آن فرد از خواب دیدن خود آگاه است. این تحقیقات نشان داد که خواب با حرکت سریع چشم REM می تواند ابعاد جدیدی از ارتباطات انسانی را به ارمغان آورد و توانایی های بالقوه برای بشریت ایجاد کند. در آزمایشی در 24 سپتامبر شرکت کنندگان خواب REM را تجربه کردند و امواج مغزی آنها از راه دور ردیابی شد. وقتی اولین شرکت کننده وارد رویای شفافی شد، یک کلمه به زبان رمیو به او ارسال شد. وی کلمه را تکرار کرد و پاسخ او ذخیره شد. سپس شرکت کننده بعدی نیز یک رویای شفاف را تجربه کرد و پیام او را دریافت کرد. این تعامل نشان دهنده اولین گفتگوی رد و بدل شده در رویاها بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نهاد حقوق بشری: مرزبانان ایرانی ده ها شهروند افغانستان را تیرباران کردند. کشف جدید در اردن: آیا این ویرانه ها شهر گمشده ی قوم لوط است؟ بانک جهانی: کشورهای فقیر در بدترین وضعیت از سال 2006 قرار دارند. بنگلادش در ورطه بحران، بیکاری، گرسنگی و خاموشی در سایه بی‌تدبیری مقامات. 2 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در خطر مرگ قرار دارند. کارگران مسلمان قربانی سیاست‌های تبعیض‌آمیز جدید در هند. 2 میلیارد زن بدون دسترسی به حمایت‌های اجتماعی. فقر جنسیتی در حال افزایش است. و پدیده رویای شفاف: برای اولین بار دو نفر در خواب با هم گفتگو کردند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی، خدایا رو نگهدارتون.